رسیدیم به داستان دیگری از سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم صحابی از مجموعه صحابیات ستاره ای از مجموعه ستارگان آسمان دعوت شاگردی از شاگردان نسل اولیه و مدرسه اسلام برای اینشون شخصیتی نیست جز زبائه بنت زبیر زبائه بنت زبیر ببینیم ایشون کی هست و بالاخره آشنایی مختصری با ایشون پیدا بکنیم وقتی که ما در بین این سعادتمندان این بزرگواران یاران رسول خدا صلی الله علیه و حرکت میکنیم میخوایم آشنایی چیزی پیدا کنیم به ویژه در دنیای صحابیات رسول خدا صلی الله علیه میبینیم که یکی از این شخصیت هایی که به پیامبر خیلی نزدیکه و دارای مقام و منزلت خاص هست زبائه بنت زبیر هست زبای بنت زبیر زبیر کیه؟ ابن عبد المطلب نه زبیر ابن عوام زبیر ابن عبد المطلب یعنی پس چی میشه؟ زبای بنت زبیر میشه دختر اموی رسول خدا سلم چرا که عبدالله ابن عبد هست پس زبای بنت زبیر ابن عبد این چی میشه دختر اموی رسول خدا صلی الله علیه سلم از قبیله بنی هاشم هست وقتی که ما خب داریم نگاه میکنیم که ایشون دختر اموی پیامبر هست خب ببینید اسامی اموهای پیامبر چه اسمهایی دارند خب بالاخره پدر بزرگ ایشون عبدالمطلبه عبدالمطلب ده تا پسر داره یا 10 ده تا پسر داره و شش تا دختر داره یعنی 16 تا فرزند داره یعنی پیامبر شش تا عمه داره نه تا چی داره عمو داره خب حالا مگه نگاه کنید تو این فرزندانش خب عبدالله هست که پدر پیامبر خدا صلی الله علیه هست عموش بخوایم نگاه بکنیم زبیر هست ابو طالب هست زبیر پسر بزرگترین عموش هست ابو طالب هست عباس هست زرار هر حمزه هست مقوم هست ابو هست که در واقع ابو لهب عبدالعزا بوده که به خاطر اون بالاخره حالات چهرش و چهرهش اینا گفتیم گفته شد ابو لهب هست قیداق هست و از قیداق بعضی گفتن حجل هم هست نوفل هست و اینها فرزندان عبدالمطلبن اما های پیامبر کی هستن آتکه امیمه بیزا که همین ام حکیم هم گفتن و بره و صفیه و اروا اینها دختران کی هستن عبدالمطلب که اما های پیامبر هستند. خب پس زوا پدرش کی هست عموی پیامبر هست زبیر عموی پیامبر هست ایشون از همون کوچکی بالاخره در این خاندان دارای موقعیت و منزلت خاصی بود و جدا از اینکه وقتی که پیامبر هم به دنیا اومده بود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این خانواده بالاخره هم پسر عمو بود هم مورد توجه بود و زبیر هم بزرگترین عموی پیامبر حساب میشد و همه توجه خاصی به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داشتند و به همین سبب پیامبر هم نسبت به زبیر که عموی خودش بود توجه خاصی داشت و ایشون دارای شخصیت ویژه‌ای بود که بهش میگفتن ابو طاهر یعنی پدر پاکی یعنی انقدر انسان نیکی چیزی به نظر میومد که صهیلی نقل میکنه که ایشون از بهترین جوانان قریش بود یعنی زبیر ابن عبدالمطلب جز بهترین جوانان قریش بود و رسول خدا صلی به خاطر همین محبتی که به عموی خودش داشت اسم پسر خودش رو طاهر گذاشته بود خب تا اینجا مطلب رو داشته باشیم سوهیلی همجور نقل میکنه زبیر جزو کسانی بود که قیام... اعتقاد به قیامت داشت حساب و کتاب قیامت داشت چون گفتیم که خب قبل از بیست پیامبر خدا صلی الله برخی بودن بر دین حنیف برخی به هیچی اعتقاد نداشتن برخی بودها رو با ستهی بین خودشون و خدایان میکردن و یکی از نشانه های جالبی که در مورد زبیر اموی پیامبر وجود داره اینی که ایشون اه... در گفته هاش مشخص شعری که نقل شده از ایشون میگن شخصی در مکه کشته شد مظلومانه کشته شد و ایشون در اون اشعارش آورده که نباید اون شخص کشته میشده افرادی ظلم کردن به دعوت اون شخص رو کشتن ایشون گفتش که نه این مظلوم کشته شده اما این فرد حساب و کتابش پردا خواهد شد و در اونجا به حسابش خواهد رسیده خواهد شد اینجا میگه محمد ابن عبد و عشت و یعیش و انعمید در که اشاره به این میکنه که میرسه به این مسئله که ایشون اعتقاد به این داشته که فلا بد میگه من یومن ینصف الله فی المظلومین حتما یه روزی هست که خدا به مظلومون رو انصاف بکنه انصاف داشته باشه حالا نگاه کنید این قهرمان قصه ما زبائه بنت کی هست بنت این زبیر هست و در اشعاری که گفتیم حتی ایشون محمد صلی الله علیه رو که پسر برادر خودش عبدالله هست و بهش محبت داره نقل میکنه و ایشون رو با عطوفت ذکر میکنه خیلی خوب ذکر میکنه میگه محمد پسر عبدالله هست پسر برادر من هست داره در ناز و نعمت بین ما زندگی میکنه و اشاره میکنه به اینکه خداوند به این بهترین نعمت ها رو بده بهترین اموها رو داره و تا خدا بهش عمر طولانی بده تا وقتی که پیر بشه در هر صورت سخنی که از این موارد پیش میاد از این اشعار شدی در تاریخ وجود داره نشون میده که ایشون رسول خدا صلی الله رو دوست داشته رسول خدا صلی علیه و سلم هم پیامبر رو میگم ایشون رو عموش رو در واقع دوست داشته و همینجوری زبائه که دختر عموی پیامبر هست که ب... نسبت پیامبر خدا صلی توجه داشته و آثار خیر رو هم میشد در زبائه دید و در اشعاری هم که ایشون نقل میکنه از مکارم و اخلاقیات وارد شده که میگه یا حب بزار ازباعت و مکرمت و متاعت لا تسرق و اینا اشاراتی هستی که خب ما نمیخوایم بحث اشعار ادبی بکنیم اما اونجایی که اشاره میشه میشه حتی در مورد دختر خودش زبیر میگه ان ابنتی لحرتون ذا حسب دو زن آزاده است که دارای حسب و نسب هست لا تمنع النار و ناره ولا فضل الحطب که آتش خاموش نمیکنه در خونش جا خاموش نمیشه مهماندار است و اون صفت که نقل میکنه در اخلاق و رفتاری که زبائه داشته خب این فضیلت هایی که در نزد چنین پدری آموزش دیده و بهره دیده و رشد کرده از همون ابتدای اسلام هم که نور اسلام در مکه ظهور کرد و به طلوع کرد ببینید زوائه در نسل اولیه ای هستش که مسلمان میشه و این موردی هست که ذکر شده و میگن ایشون با همون گروه اول که هست هجرت میکنه و اسم ایشون در تاریخ در ثبت شده به عنوان نسل اولیه که وارد هجرت شده و الگویی است برای زنان مسلمانی که بالاخره در نسلهای بعدی اومدن اون چی که جالبه که در اینجا نقل میشه برادرای ایشون برادر ایشون عبدالله و خواهر خواهر ایشون ام که اینا هم دوتا فرزندان زبیر ابن عبدالمطلب هستن اینها هم مسلمان هستن و جزء زاه سابقین اولین هستن حالا یک نکته خیلی جالبی داریم در مورد یک ازدواج مبارکی که در در زندگی ایشون رخ میده رسول خدا صلی الله علیه و زباعه رو با یکی از بهترین یاران خودش چیکار میکنه ازدواجشون رو فراهم میکنه و به عقد اون در میاره کسی اون کی هست مقداد ابن اسود مقداد ابن اسود که مقداد هم در لغتش مقداد هم گفته میشه مقداد ابن اسود که از بهترین یاران رسول خدا صلی الله علیه و هست که حالا ما در مورد سیرت ایشون فکر در گذشته گفتیم اگه نگفته باشیم اگه عمری باشه در آینده بهش اشاره خواهیم کرد و داستان ازدواجی این هم داستان جالبیه نقل شده که خود این زبائه نقل میکنه میگه عبدالرحمن ابن اوف با مقداد با هم نشسته بودن صحبت میکردن یاران رسول خدا صلی شاگردان اولی نسل اولی سابقین اولین نشسته بودن با هم گفتگو میکردن عبدالرحمن رو به مقداد میکنه مقداد تو چرا ازدواج نمیکنی گفته چرا ازدواج نکنم تو دختر فهم بده من به ازدواج میکنم من به دامادی خودت انتخاب کنم خب ابتدای اسلام هست و بالاخره دوستی و سنگیت بوده الرحمن عصبانی میشه آثار عصبانیت تو چهرش برافروختگیش مشخص میشه مقداد از این صحنه خب ناراحت میشه بالاخره ناراحتی پیش میاد میاد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه ببینی همش اتفاقی افتاد غم و اندوه هم در چهره مقداد بوده رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که ناراحت نباش من به تو یک همسری رو میدم که دارای فخر و نسب و اصالت هست و ایمان آورده است تو هیچ نگران نباش و اینجاست که دختر عموی خودش رو زباعه رو پیامبر خدا صلی الله علیه چیکار میکنه به عقد مقداد ابن اسود در میاره که خب ایشون دارای هم زیبایی بود هم عقل بود هم رجحان بود هم خب بالاخره دختر اموی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و این ازدواج خیر رو که پیامبر خدا برای زبایه انتخاب میکنه که زبایه میشه همسر مقداد ابن اسود خب طبیعیه طیبات ال طیبین و طیبون ال طیبات و این چیزی که واقعا این کوفویت و این برابری هم مشخص میشه هم آثار ایمانی و هم نژادی که در این وجود داره و مقداد یکی از کبار صحابه است و این ازدواج هم برای هر دوی اینها ازدواجی پر از خیر و برکت هست و خداوند هم به اینها مال و ثروت زیادی میده تا جایی که میگن مقداد اصلا حساب و کتاب دیگه رو هاش نداشت و رزق بی حساب و کتابی خداوند به این خونواده و اهل بیت داده بود و فرزندانی رو هم خداوند نصیب این خونواده کرد عبدالله و دخترش کریمه که اینا هر کدوم ما در تاریخ اسلام برای خودشون جا و مکانتی دارن زبا نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره مکان و موقعیت خاص و شناخته شده بود پیامبرشون اکرام میکرد احترام داشت ایشون رو بزرگ میداشت و هر وقت گاهی هم ایشون قضایی چیزی داشت برای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرستاد میگه روایت شده که ایشون با اون بالاخره کنیزی که داشت یه مقدار قضایی رو برای پیامبر توی ظرفی کرد و فرستاد قضا رو پیامبر اون موقع خونه ام مسلمه ام المؤمنی ام مسلمه رضی الله عنها بودن که وقتی این قضا رو آورد پیامبر گفت که اینه کی فرستاده اون کنیزی که آورده بود دو کنیزک یا دخترک گفتش که اینو زبائه برای شما فرستاده رسول خدا سرسنگ و حالا که اینجوری قضا رو بزار خود پیامبر نشست از اون غذا خورد کسایی که تو تون خونه بودن ام سلمہ و کسایی دیگه هم تو خونه ملال مهمان و اعضا فرزندان ام سلمہ بودن همه از اون خوردن و خود این صدره این کنیز جاریه دخترک هم از این غذا خورد رسول خدا صلی الله علیه همینجوری از خونه زبائه سر میزد دعوتی شرکت میکرد دعوتش میکرد بالاخره خیلی طبیعی بود مثل این رفت آمد های خانوادگی و سراسر خیر و رحمتی که وجود داشت و گاهی مثلا ایشون گوسفند میکش پیامبر دعوت میکرد میگه پیامبر مثلا ازش چیزی رو طلبی داشت پیامبر هم زبا هم در صفوف مسلمانان و مجاهدان شرکت میکرد در جنگ خیبر با رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه بود که به ایشون هم پیامبر چلوش چهل وسق از غنایمی که مثلا مواد غذایی که به دست آورده بودند داد مازاد بر همه اینها ایشون هم جزو کسانی هستند که از سیرت پیامبر دارای روایت هایی هستند که میگه یازده حدیث رو ایشون از پیامبر و از همسرش نقل میکنه حالا بعد بعضی از صحابه و بعضی از تابعین هم از ایشون روایاتی رو نقل میکنن که خب ما دیگه اینجا لازم نیست که این موارد رو اشاره بکنیم بهش مثلا موردی که ایشون نقل میکنه میگه یک وقتی اومدن از یمن که سیزده نفر بودن اینا اومدن بالاخره پیش مقداد ابن اسود که اونجا بالاخره خونه ایشون مقداد ای اینا رو جا داد خونه خودش آوردن پیش پیامبر همه مسلمان شدن آداب دین و فرایض و شریعت رو به اینها یاد دادن بالاخره و بعد بالاخره یه سری هدایایی به اینها داده شد مشخصه که این ارتباط دین و دعوت در کنار اینها بوده حتی بحث مسئله حج هست که ام المؤمنین عایشه نقل میکنه که میگه که ایشون از ام المؤمنین نقل میکنه میگه آیا زنها هم جهاد دارن پیامبر میگه جهاد دارن اما درش جنگ نیست همون حج و عمره است و بالاخره میگه این جهاد ضعیفی هست اینجا زبایی میگه من دوست داشتم که بالاخره من هم از این اجر بهره من بشم اینی که با رسول خدا صلی گفتم با شما حج میکنم اما من بیمارم میترسم بیماری من مانع از این بشه که من حج رو کامل بکنم آیا به من اجازه میدید که استثناا امام ترمذی رد میکنه روایتی از ابن عباس که برای زبای بنت زبیر پیامبر استثناا اجازه داد که میتونی شرط بکنی گفت چه جوری شرط بکنم گفت بگو قولی اللهم لبیک محلی من الارض حیث و یحبسونی در هر جایی که من بالاخره مریضی یا بیماری من من رو مانع از شد تا همونجا من بالاخره میخوام این اعمال حج رو انجام بدن که گفته میشه از علما این رخصتی بود که به ایشون داده شد در هر صورت زندگی زبای بنت زبیر ادامه پیدا میکنه تا سال چهلوم هجرت تا پایان خلافت راشده که دیگه میگن این پایان زندگی ایشون بوده امیدواریم که همه از این داستان بهره مند شده باشیم یادی شده باشه از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا فرصتی دیگه و داستان دیگه در پناه الله متعال باشید خدایا رو نگهدارتون